الو دریا، با چون نمیای پایین دختر؟ آدرستون مگه خیابون یاس پلاک 8 نیست طبقه 3 بود؟ خب من الان پایینم یه ساعت اینجا وایسادم دختر. خوب ببین، از دست هرکی در بری از دست من یکی که نمیتونی در بری. بیا پایین، شما ضرر نمی کنید. بیا دیگه، بیا، من منتظرتم، میرم تو ماشین میشینم. خیلی خوب، بجون. بابا مگه شوهر من کف دستشو بو کرده بود که اون کنسرت کنسل میشه؟ یه حرفی میزنی یا؟ آقا مگه شما کارتو درست انجام دادی که شوهر من درست انجام نداده باشه؟ برو بابا مردی که زبون نفهم. سلام. اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ دیگه دفتر جدید مبارک. کسی هم خبر داره؟ نه، فقط تو. البته فقط تو و مریم. این مریم مثل که دست از سرت نمیخواد برداره. تو که بهتر از منو میشناسی. بیچاره تا یه ساعت پیشم اینجا بود. خیلی اصرار کرد با هم بریم ولی واقعا حوصله‌شو نداشت. خب بریم. فراد میشه دم خونه نگهداری، من هم لباسامو عوض کنم و یه سری وسایلامو بردارم. باشه، سوارش. یکی زنگ میزن به همه، به آزرم زنگ میزن. خب شمارهشون هم دارم. زنگ میزنم، کسی جواب نمیده. ای بابا، دلت داره صحرا تنگ نشده؟ حوصله ندارم فرادا. نه، تنگ نشده. دلش کن، حوصله ندارم کجا بهش حرف بزنم. اون صحرا که میگی خواهرته، غیر از اینه هیچ وقت بعد تو رو نخواستم. خواهرت اون اگه فقط سهم خودم از ارث بهم میداد الان وضعیت من این نبود. الان اینجوری در به در فراری نبودم. درخواست طلاق دادم. کاشی که هم صبر میکردی. صبر میکردم که چی بشه؟ سهرام حال روز خوبی نداره. صبر میکردم که این چیزی هم که دارم از دست بدم. یه بابام ولمون نمیکرد الان وضعیت ما این نبود که. بابات که مجبور بوده بره. بازش هم اگه نگفتی قرار برگرده؟ آره بابا، داره برمیگرده ایران.
اصلا به خاطر منم داره برمیگرده ایران. میخواد بیاد پیشم بگه دریا جون ببخشید اگه اون تایمی که من نبودم خیلی بهت بد گذشت. چی میگی تو پسر؟ اون اگه برم میگرده به خاطر شرکتش و به خاطر سارا جونشه که برمیگرده. تمام بلاهایی که سامان سر من آورد همش مقصرش بابا بود. چه میدونم؟ فراد اینجا نگه چه شد یا؟ آبه میخوایی دیگه؟ بشید مشرزا توی؟ سلام مهندس، این طرف ها؟ باشیم رفتیم بالا، چه خبر اینجا؟ بارون اومده، زمین خیس شده، تکلا هم افتاده، تلفن های منطقه هم قطع موبایل هم که آنتن نمیده، چرا نمیذارن کاراشون رو فردا؟ والا بارون حالا حالا ها بند نمیاد، زمین سوسته، با این ماشین نمیتونی بری بالا. چیکار کنیم پس؟ ماشین رو بعد پول پارت میکنی؟ من با اصل میبرم اتون بالا نمیترشی که خیلی خوب شما خانوم ببر بالا من ماشین رو پارت میکنم خودم پیاده میام حواست کجا؟ وسایله نمیبری؟ Thank you.
زهرا. صحرا بچه ها کسی تو خونه نیست؟ کسی نیست، باید به پلیس زنگ بزنیم. تو واقعا فکر میکنی پلیس حرفمونو باور میکنه؟ بگیم داشتیم ما شوخی میکردیم از این بالا خودش افتاد با این بار. یه ذره شروع قشنگ کنیم، یه کاری باید کرد دیگه. تلفن هممون دیدیم خودش افتاد، اگه کسی حرف باور روتی نزنه هیچ اتفاقی نمیفته. یا باید به پلیس زنگ بزنیم یا چی؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ چه میدونم، بالاخره یه کاری باید بکنیم دیگه. کیا میدونن ما اینجاییم؟ کیا میدونن؟ فقط باباشون چشون منگی، بالاخره همه میفهمن که سامان چی؟ خبر نداره. چی میگه خبر نداره؟ خودم به این زنگ زدم. مار فرو، وای فرو، اگر اون برسه جنازه زنشو که فریاد نمیده چی به جواب بدی؟ اون که از حرف حسابانیش نیست. بالاخره که میفهمه، میفهمه یا نمیفهمه؟ اصلا که الان پلیس بیاد اینه چیکارش کنم؟ الان وقتی هر پلیس پاشی بریم بیرون ببینید تلفنش چیزی پیدا میکنی زنگ بزنید. پلاشی بریم این تو آبادی پایین با من بیاد پاشی رو آمین برو بالا پیش سهر رو بگم برو بالا. بیا بیا دیگه.
چشم نشد بری. سیل همه منطقه رو برداشته، پلم رفته زیر آب. باید باید تو برو قدش چاره دیگه یکی صبح ساعت میکنی با این وضعیت سامانم نمیتونی بری تو خودتون خوش کن. بیا رامی سامان نباشه بارانم که دیگه قد شده. مگه خودت نگفته جاده بسته است؟ آزر 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 چی آزر؟ کجا رفته؟ کی کجا رفته؟ مریم. یعنی چی؟ مریم نیستش. چی شده؟ مریم غیبی سده. واسه چی بهی میگی؟ واسه چی بهی میگی؟ مریم مریم کجایی؟ مریم بگردیم پیداش کنیم یعنی بدبختمون میکنه. بگردیم مریم مریم بس برون با. آنتن نداره، به کی زنگ زدی؟ به مامانم، اون پایین آنتن نداره، اومدم اینجا. چی بیشه خودت فکر کردی؟ منم خر، اومدی اینجا تنها یواشکی به مامانت زنگ زنی. آره به کی زنگ زدی؟ ها؟ به سامان، گفتم بیا چند. تو غلط کردی. تو با سامان چی کار داری؟ با سامان چی کار داری؟ حرف زن. گفتم بیا شاید بتونیم یه کاری بکنیم آخه. بیاد اینجا جنازه زنشو کف زمین ببینه. آره برو پایین، برو پایین. به سامان زنگ میزده. تو واقعا فکر کردی به سامان زنگ بزنی همه چی درست میشه؟ واقعا که برو پایین. به پلیس گفتی؟ آره عزیزم، فقط یکم باید صبر کنی. آزر بابامو خبر کن. باشه عزیزم، بذار بعد یه لیوان بیارم. آزر من باید برگردم تهران.
شروع کن نتیکم هیچی هیچی فهمم درگه تو درگه من چه میدنم فکرم شما جن ساکت باشم جنازه اخرف نگو من چه جنازه درگه تو از این مرد که الکولی بخواد جنازه درگه کجاست درگه کو نمیدونم من فکرم شما قایمش کردین گندتونو بپوشونید اگه پلیس بیاد رامین حرفمونو باور نمیکنه اصلا بگیم مرده میگن جنازش کو نکنه سامان اومده باشه آره سامان اومده جنازه زنش زده زیر بغلش ما هم که همه به خدا من دیگه مغزم نمیکشه تو رو خدا به جای حرفا بگن این جنازه‌شو پیدا کنید بگردید همه جا رو بگردید حواسم دهت هست وای به روزگارت که بهم دروغ گفته باشی فهمیدی؟ وای به روزگارت حواست باشه دوری این زهرماری نخوره فراد نیست کل ویلا رو گشتم چیکار کنی؟ الان دیگه هیچی باید یک کاری کنیم انگار از اول دریا اینجا نبود پلیس هم نمیتونیم چیز بکنیم یه ممکنه زنده باشه اون مرد حسابی آذر پرستاری خونده یعنی فرق مرده و زنده رو تشخیص نمیده کجا رفته باشه؟ یا باید خودش رفته باشه یا اینکه یکی جا به جاش کرده دیگه من از چی خبر نه وای به حالت اگه چیزی بدونی اون من نگفته باشی وای به حالت جورت ها تمیز کنید بگو آذر بره بالا حواست باشه سر چیزی نفهم آذر جان بیا شعر نکن من حالم خوش نیست من حالم از تو خراب داره از دیشب پلک نزدم فراد فکر کنم جاده باز شده خوشو بریم شهر خبری چیزی به کسی بدیم حالم داره به هم میخوره من نگرم سهرام حال و روزش بد بود بدترم شد الانم که بفهمه جنازه نیست دیگه واقعیل این اول زندگی اون چجوری شروع شد رامین کجاست؟ نمیدونم بکنم رفته بیرون اگه نگفتم نزد جایی بره من حریف اون میشه خب الان یه گندی میزنه دوباره تو برو بالا پیش بچه ها حالا از ممکن سامون برسه باش. من برام ببینم این مردی که کجاست قبلا هم خیلی با هم حرفمون شده بود ولی همیشه یکی از شما ازش خبر داشتیم اتفاقا جشن دیشب ما به خاطر دریا به هم زدیم کلی منتظر شدیم فکر کردیم شما با هم میایید از دیشب تا حالا هیچ خبری ازش ندارم مریم کجاست ندیدمش مریم الان میاد پیداش میشه تو چرا انقدر کلافه ای چیزی شده؟ نه خوبم پس چه سهرا نمیاد
سهرا داره آماده میشه. الان میاد. تو یه چای بخوری اون اومده. باید رو در رو با دریا صحبت کنم. چرا؟ مگه چیزی شده؟ به شما خبر ندارین؟ درخواست طلاق داده. فرات سامان اومده گفت ندی. کی اومده؟ تازه رسیده. چیزی هم فهمیده؟ نداره بازار صحبت میکنه. من خودم تو خونه سرگرم کردم حرفم دوتا نشه. خیلی خوبی بری منو شک میکنم نشه. رامینه پیدا کردی؟ نه. ای وای سر همه همونو به باد میده. سر خودشو به باد میده. چطوری سامان؟ چه خبر؟ خوبی؟ دریا کو؟ دریا؟ اگه تو نرفتی دنبالش؟ چرا من رفتم ولی آدرسشو پیدا نکردم. فکرم با تو میام. از دیرو سالش خبری ازش ندارم. فکرم تو رفتی دنبالش. حالا چقدر نگرانی بشی؟ آخه تا حالا اینقدر نشده بود ازش بی خبر باشم. حالا 24 ساعت ازش خبر ندارم. مسعود برو یه زنگ به رامین بزن. تلفن‌ها که قطع فرات. موبایلم آنتن نمیدن. حالا شما یه زنگ بزن شاید آنتن ده. مگه کجا رفته؟ هیچی رفته شغل خرت و پرت بخره دیر کرد نگران شد. خرت و پرت تنهایی آدم شده. ببخشید. آنتن نمیده؟ نه بابا آنتن چی؟ فکر کنم چیزی خبر نداره. پس جنازه کجاست؟ خدا لعنتش کنه. رامین پوستشو میکنم. فراد الان دقیقاً چه غلطی باید بکنی؟ هیچی ببر بذاری باید چیزی بگو بره. بذاری بمیرم. الان میبینی جنازه نیست. سارا حواست به شما سامان چیزی نگفتیم. گفت ندی. عزیز چه این چشه؟ هیچی مسموم شده. مسموم؟ ببینم تو از دریا خبر نداری؟ سهرا از کجا باید بدونه؟ از هر کدومتون پرسم خبر ندارید. بالاخره یک کدومتون باید خبر داشته باشین یا نه؟ تو که شوهرشی خبر نداری. ما از کجا باید بدونیم؟ ها؟ فقط یک کلمه خبر داری یا نه؟ نه. بیم بریم بشین. خوبی تو؟ مسعود بیا. مسعود من دارم سکته میکنم. تو خدا یه کاری بکن. چی کار میتونم بکنم؟ سر چی میخواد بشه بذار بشه. بالاخره که میفهمه. واو مردی که کدوم گوری بودی؟ رفته بودم هواخوری. هواخوری آشغال خوری؟ گفتم حالا که یکی از اون بالا اومده پایین بد نیست من از این پایین برم بالا. آشغال جسد دریا کجاست؟ گفتم من نمیدونم. فراد اینقدر به من گیر نه. خب سامان اینجاست. چرا سامان سال ببین حرف اضافه دهنه در بیاد او سخونتو لیه بکنم. خودتو جمعشون کن. اتفاقا من جور جورم اومدم تو جمع که جمع و جور شیم. خفه سلام آقا سامان. چه وضعیتیه؟ وضعیت قرمز سامان جان. شما خودت پایگاه فضانوردی داری؟ شما چرا این حرفا رو میزنی؟ حرف مفت میزنی؟ بازیت خوری حرف مفت میزنی دهنت به گند میده به چه فازلاب. حالا معلم اخلاق نشه شوخه کردم با دیگه. به دل میگیری تو اما غلط کردی. یه دفعه دیگه حرف مفت بزنی دندوناتو تو دهنت خورد میکنم. فهمیدی عوضی؟ سامان بل کن. مگه نمیبینی حالش خرابه؟ بل کن دیگه. بشین بشین سامان بشین. برو به تمکسر جات. از اون موقع هست که خیلی خطره. هم چی میزنم تو فکت با مخ بخواین زمین ها.
بابا میشینم ولی دهنمو نمیبندم. در زم اونی هم که با مخ خورد زمین من نیستم، یکی دیگه. مریم آب لیمو بس بکنی. نه سامان تو هم ول کن دیگه، حرف مفت میزنه. خیلی خوب حرف مفت میزنه که میزنه، تو ول کن. فکر میکنی همش توهمه ها؟ نه این واقعیته، فقط زیاد زدی. بس چی میزنی؟ ولش کنی بزنیم بیا جلو ببینم چی میخواد بگه. زن منو بگه بشین. همه اینا میدونن چه عوضی حروم زاده ای هستی تو. دانشکده یادت رفته؟ فکر اینجا دانشکده است که زیرا به اینا اونو بزنی به هدفت برسی؟ خواستگاری از دریا یادت رفته؟ عشق من بود. زن منو. زنت بود؟ ولی حالا دیگه نیست. زن منو باید دارم کجاست؟ نمیگین رابین خفشو کجاست؟ بس کن رابین دیگه، من بهت میشم. آروم باش آروم باش. به هم بگو کجاست. خیلی خوب به هم بگو کجاست. تو بگو، تو میدونی، تو بگو. سهرا بذار حرفشو بزنه، بگو تو، بذار حرفشو بزنه. دریا دیگه نیست، مرده. یعنی چی نیست؟ فراد این دیوانه چی داره میگه؟ دریا از اون بالا افتاده پایین، سهرا میخواست کمکش کنه نتونسته. یعنی چی؟ از کدوم بار؟ مگه میشه؟ کسافت تو وایسا. کسافت تو این؟ کسافت تو این؟ عشق کسافت تو این؟ برش کن تو این کسافت تو این؟ آمده زندگی آرومو نداشتی بایدید تو بینی آقتی بینی آقت. من میدونم یکی از شما کشتینش. کجاست؟ بگو کجاست؟ عوضیو کجاست؟ دریا کجاست؟ دریا اینجاست. قاتلا 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 قاتلا. دخترم با بازجویی های به عمل آمده از شما، اگر صحت گفته ها در مورد حادثه اون شب اثبات بشه از جرم قتل تبرئه میشید و تمام کسانی که در این اتفاق حضور داشتن تا اطلاع ثانوی حق خروج از شهر تهران رو ندارن. خانم صحرا آفاق هم تا صدور حکم قطعی در زندان میمونن. آقای رامین راسخی 6 ماه حبس دارند. خانم آفا در صورت اثبات قتل عمد شما به قصاص محکوم میشید، مگر اینکه رضایت شاکی پرونده همسر مرحومه رو بگیرید و اگر بعد از کالبد شکافی علت مرگ مشخص بشه و شما تبرئه بشید همگی آزادید. دم شما شاکی پرونده محسوب میشید. حالا هم میتونید رضایت بدید و از شکایتتون صرف نظر کنید، هم میتونید شکایتتون رو پیگیری کنید. من رضایت. خب این کار پرونده رو کمی سبک‌تر میکن. شما لطف کنید بیایید اینجا یک امضا بدید. اینجا؟ بله. فقط شما 3 نفر بمونید.
بقیه برن. درسته که یه انسان شو از دست داده، ولی من شما رو به صلح و سازش دعوت میکنم و از شما میخوام که فکراتون رو بکنید تا در جلسه بعدی دادگاه انشاءالله نتیجه مفیدتری بتونیم بگیریم. پرمانه فرا جان چند لحظه بیرون باش، من کار دارم. بسیار خوب. کار باید بکنی؟ ببین من هر کاری که تو بخوای برات میکنم، حتی کاری میکنم که تمام بدهیاتو بدی. من خونه زنمو با پول معامله نمیکنم، کارخونمو به اسمت میکنم. خونو فقط با خون معامله میکنم. پس تو میخوای انتقام بگیری؟ از من بگیر. آره میگیرم، یه جوری میگیرم که فقط بسوزی و بسوزی. خیلی آدم بی‌شرفیت. چی کار دارم میکنن یا چرا نمیاد؟ استاد سوال کردم اسمش تو لیست انتظار بود، یه چند دقیقه باید صبر کنه الان پیداش میشه. مطمئنی؟ بله. خوبی دخترم؟ بچه من و استاد سهرار میبریم خونه خود استراحت کنیم، شما هم برید خونه. ممنون که اومدیم. الان بهتری؟ خدا خوبه فرجان. خوبه سوار شده. موافقی یه سفر با هم بریم؟ میگم گفتم شاید بعد این همه اتفاق بد نباشه خود با هم باشیم. ببین
اصلا به تو ربطی نداره من میخوام چی کار کنم. کاری که بهت میگم انجام. با من باید بیای مخزن. دریا جان به فکر خودت باش، اون آدم لیاقت تو رو نداره. اگه قبل از ازدواج گند و بالا نمی آوردی مطمئن باش بابا هیچ وقت اجازه نمیداد زنش بشی. این حرف من نیست، حرف باباست. بابا ببین من اصلا بابا ندارم، چرا نمیفهمی؟ همیشه که نمیشه حرف بابا باشه. اینو تو گوشت فرو کن، من بابا ندارم. سهلا دخترم پاشو بریم. بفرمایید. سلام آقای رستگار. بله خودم هستم. چیزی شده؟ لطفاً با ما بیاین. آخه برای چی؟ براتون توضیح میدم تو مسیر. بفرمایید. بسیار خوب. بفرم. امیدوارم حدسمون درست باشه. بفرم. ببین میشناسیش؟
الو، الو از کدوم گوری هستین شما؟ پس چه غلطی دارین میکنین؟ یعنی چی؟ من پول دادم به شما، باید کار تک تکشون رو تموم کنید. کی میای؟ باشه بیا منتظرم. بدو. ببین کاملا دقت کن. اصلا کاری ندارم. یه ذره گوش داشته باشی بیاد اونجور. الان میفته. آه. دیدی کاری ندارم. کاری ندارم. حالا نوبتی شما. کاری ندارم. آره بابا کاری ندارم. ببین تو صد بار بیان نداری همینجور میگم. ای بابا. چه میفته. خب بالاخره کاری که من میتونم شما بتونی انجام بدی عزیزم من میگم آنش فرقی نداره دیگه بیا چه میوفته این دریا چی شد دریا دریا چی شد چی شد؟ سامو چی بود بودی من خوردم؟ بگیرم همه باش به فکرم بگیرم همهش سرگوجه دارم چی داشتی؟ بابا بابا همه کم کم رایی یا تازه همه کم بریم فکر دارم بابا بابا بیشور من اینجوری چجوری برم سر اجرا؟ و به خدا سرم داره گیج میده با بچه‌ها بیا الان که میشه بیا الان اگه میشه بیا خیلی بالای باده با آماری بخواه 3 2 1 خیلی خوب شد چی شد؟ گفتی؟ چرا عجله داری؟ گفتم میگم بهش میگم دیگه یعنی چی مگه تو نگفتی بابا داره برمیگرده؟ بله گفتم داره میره ولی سهره که هست میتونی با امید مطرفونه کار انجام تو مطمئنی سهره میتونه کارمون رو را بندازه؟ بله مطمئنی میتونه انجام بده من الان نمیبینم دلیل نگرانی شما رو نمیبینم نگران نیستم میخوای بریم پیش درده بریم پیش درده از کجایی تو الان؟ آوردی؟ آره آخرت باشه با من بازی میکنی بودم شدم بالا کارت دخترم اگه دوست داری میتونی با من بیای نکنه به خاطر فرهاد میخوای بری معنی این سکوت تو میفهمم من اشتباه کردم خونه زندگی کار بچه هم همه رو از دست دادم بابا همش فکر میکنم اگه سعی میکردم میتونستم جلوشو بگیرم که نیفته جلوی تقدیر رو نمیشه گرفت
دکتر نظرش اینه که تو باید یه مدت استراحت کنی تا آرامش تو به دست بیاری. اونجا برای ما خوشیام نبود، میفروشمش تا خاطراتش فراموش بشه. یه ویلا لبه آب برات میگیرم که هر وقت دلت خواست بتونی بری اونجا استراحت کنی. منم باید برم، منم اونجا مشکل خودمو دارم. یواش چپش خراب، این بری بذار که خراب بشه. با کی باید حرف بزنم؟ واسه کی فریاد بزنم؟ میخوام بگم دوست دارم، بگم که عاشقت منم. چجوری آواز بخونم؟ میخوام که پیشت بمونم. دوباره تنهام نذاری، این بار تمنا میکنم. تو رو خدا حرفی بزن، دوباره آروم بگیرم. از این همه در بدنی رها بشم، جون بگیرم. تو رو خدا حرفی بزن، دوباره آروم بگیرم. از این همه در بدنی رها بشم، جون بگیرم. واسه کدوم گناه من تو داری میری عشق من؟ کاشکی خودم میفهمیدم چی شده بین تو و من. همش از این میترسیدم، ازت اینو میپرسیدم که نکنه خسته بشی. من تو رو میپرستیدم، نمیذارم، نمیتونم، نمیخوام از پیشم بری. حتی اگه مقصرم، حتی اگه مقصری. خوبه؟ بود اصلا حواست اینجا؟ کجا؟ دارم میرم تو جاده یکم قدم بزنم. خب یه خورده صبر میکردی با هم میرفتیم. من و مسعود میخوایم بریم جنگل. آخه میخوام یکم تنها باشم. خیلی خب. مریم هم رفته بیرون دیر کرده. اگه دیدیش با هم زود برگرد. مسعود جون، اسلحه دستت گرفتی حالا؟ نه شما گرفتی. نه تو خوبی. پاشو بریم دو تا تیر بزنیم. پاشو. پاشو دو تا تیر بزنیم ببینیم چند چنده. ولی اونجا تکلیفم با تو معلوم شد. بیا.
چته؟ چقدر استرس داری؟ آروم باش. میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ دنبالم گشتی که چی؟ پیدام کنی کارمو تموم کنی نه؟ ما با هم قرار داشتیم که سهم تو از ارسیه دریا بدم که میدم. مشکلت چیه؟ تو بهم دروغ گفتی. چی؟ تو گفتی اون قرصا خواب آوره. مثل که یادتون رفته با دریا چی کار کردی؟ تو گفتی اون قرصا رو بریزم تو چاییش. من باید جواب بدم؟ شما باید جواب بدین. جلو نیا میزنم. با دریا چی کار کردی؟ خوب بود. من هرچی فکر میکنم یه ذره فاصله داشت. آسیب نبینی. بزن. خیلی عالی میزنی تو. خوبه کسی نیست از اون فیلم بگیره. خیلی خوبه. نه تو خوبه. باشه همون گیتار اون رو بزنیم سنگین تره. به ما نایمده. باشه رو بالا. ولی مال من خور. آره. فراد داشتم فکر میکردم که من و تو نه شکارچیم نه تیراندازیمون خوبه. دقیقا تو این جنگل داریم چیکار میکنیم الان؟ تو که خوبی بابا. سهرا! بودو! سهرا! بودو! مسعود! از این مبارو بیا سمت پایین رودخونه سریع! سهرا! سهرا! مسعود بیا پایین رودخونه.
کنار ببر. بجو کارم تموم شده. قصه دوم بده بعد برم. بچه ها پایین منتظرم. دارن کشیک میکشن. چی شده؟ زخمی شدی؟ چیزی نیست. فقط احساس میکنم یکی این دوره برا داره پرسه میزنه. کی؟ مریم. باید ساکتش کنی. بالاخره پس خود شما. کاری باش میکنم دیگه حواس پرسه به سرش نزنم. بسپرش به من. فقط یه چیزی. تنها برو سراغش. دیدیش؟ چی نیست؟ ای بابا ببین تو برو سمت ویلا مریم و زرتن واسه اون اتفاق نیفته من اینو پیداش میکنم بجو مریم، تویی؟ مریم، تویی؟ مریم، فرار کن! آزم، چی شده؟ در چرا شکستی؟ در بکر چرا بازه؟ چی شده؟ بگو چی شده؟
من عاشق دریا بودم، با سهم اون از زندگی نگرفتیم. من آرزوم بود اونو خوشبخت کنم، نشد. دریا مرده، قاتلش هم باید بمیره.
موسیقی